کسی که به امام میرسه دیگه از زمین فاصله گرفته، سماواتی شده. عنایت فرمودید، لذا در روایات دیدید فرمود انسان اگر از ان المؤمن اذا تخلا من الدنيا سما، باید از دنیا خالی بشه، وارد عالم سماوات بشه. اگر کسی وارد محیط ولایت اونها شد، دیگه دائما از معارف اونها، از هدایت اونها، از ثمرات شجره طیبه توحید و ولایت برخوردار میشه. توتی اکلها کلهینن به اذن ربها، که این میوه به معارف و علوم، علومی که از اهل بیت علیهم السلام، حقایقی که از اونها جاری میشه و موجب حیات قلوب انسان ها میشه، تفسیر شده. نقطه مقابل هم شجره خبیث است. شجره خبیثه تفسیر شده به جریان باطل که قرار هم نداره، ثبات هم نداره، تلون دائمی داره، یک ریشه استوار در عالم نداره. این هم یک شجره ایست برای خودش، شاخ و برگی داره. وقت گاهی اوقات دیدید این دوتا شجره رو گاهی به صورت دیگه‌ای در روایات ما توضیح دادن، مثل شجره زقوم و شجره طوبا. شجره طوبا و شجره زقوم دوتا درختن. این دوتا درخت توضیح وقتی داده میشه در معارف ما، یک درخت اصلش در جهنمه، یکی هم اصلش در بهشته. در روایات دیدید اصل شجره طوبا در خانه وجود مقدس نبی اکرمه، شاخ و برگش در خانه های مؤمنینه. کل این دستگاه تفسیر میشود به یک شجره خبیثه یا شجره طیبه، شجره طوبا و شجره زقوم. این یه تصویریست، البته این تصویرها با هم متفاوته، هر کدوم ناظر به یه نوع تصویرگری و ارائه یک صورتی از این دوتا جریان هست. اونجایی که این دو جریان به جریان نور و ظلمت مثل زده میشن، و اونجایی که مثل زده میشن به شجره خبیثه و طیبه، یا اونجایی که در قالب دنیا و آخرت ازشون گفتگو میشه، ناظر به جنبه های مختلف این دوتا جریان هست دیگه. گاهی تو این قالب قرآن ازشون تصویر کرده، گاهی در صورت دیگر، و بعضی مسائل دیگری که قرآن داره، که حالا اون مسائل ها رو انشالله دنبال بفرمایید.